اما وابستگی کشورهای استعمار زده بچه ها امکان عبور از مرحله استعمار به استعمار نو رو برای استعمارگر به وجود میاره. چطوری این کارو میکنه؟ اول میاد کشورهای غربی بعد از اون که در کشورهای استعمار زده مقاومت سیاسی و نهضت‌های آزادی بخش رو میبینن و باهاش مواجه میشن، استقلال سیاسی اونها رو به رسمیت میشناسن. بعد ما خوشحال میشیم به عنوان یک کشور استعمار زده، میگیم خب ما استقلال سیاسی پیدا کردیم، اما اقتصاد وابستمون دولت‌های مستقل رو ناگزیر میکنه تا در چرخه وابستگی باقی بمونن و نامتعادل باشه شرایط براشون، و این در حالیه که خودشون این احساس رو ندارن بچه‌ها. و اما افول دولت ملت‌ها و جهانی شدن، یکی از مفاهیم مهم جامعه شناسی به معنای جهانی، به عنوان جهانی شدن. گفتیم که دولت ملت‌ها حاکمیت‌های سیاسی اقتصادی جدیدی بودند که برای اولین بار در اروپا با افول قدرت کلیسا به وجود اومدن. خب می اومدن چه کار میکردن؟ با هویت دینی معنوی که اصلا آشنا نبودن، نمیشناختنش، کاملا سکولار بودن، هویتشون اغلب ناسیونالیستی و قومی بود. حالا این کشورها در مسیر توسعه خودشون به صورت قدرت‌های استعماری در اومدن و به دنبال فتوحات استعماری رفتن. پس برای هر یک از این مناطق هویت جدیدی ساختن. اومدن هر کدوم یک قسمتی رو گرفتن، استعمار کردن و برای اون قسمت‌ها یک هویت جدید ساختن. بنابراین دولت ملت‌های جدید در بخش دیگر جهان شکل گرفت که هویت‌های جدیدی برای هر یک از این مناطق جغرافیایی به وجود آورد، هویت قومی و سکولار. خب اما عواملی که سبب پیدایش دولت ملت‌ها در تاریخ معاصر میشه بچه‌ها چیه؟ یکیش که مهمترینشه جهانی شدنه. اول اینکه اقتصاد سرمایه محور، یعنی اقتصادی که به دنبال دنیای سرمایه داریه، در حرکت‌های آغازین خودش نیازمند حمایت سیاست‌های قومی قبیله‌ای و منطقه‌ایه، درسته؟ اما به تدریج انباشت ثروت و پدید اومدن شرکت‌های بزرگ چند ملیتی باعث میشه که دیگه اصلا این مرزهای سیاسی برای ما مفهومی نداشته باشن. زمانی که مرزهای سیاسی مفهوم خودشون رو از دست میدن و ما در فراتر از مرزهای خودمون هم میتونیم تولیدات داشته باشیم و اقتصاد داشته باشیم، وارد منطقه جهانی شدیم. بنابراین بازارهای مشترک داریم، مشترک منطقه‌ای، سرمایه گذاری های شرکتی بین المللی، و با استفاده از شبکه عظیم اطلاعاتی میتونیم که تغییرات اقتصادی در سطح جهانی رو شناسایی کنیم و همینطور مدیریت کنیم. اما بچه ها کانون های ثروت و قدرت برای حفظ منافع خودشون میان از طریق سازمان های بین المللی یک سری موانع ایجاد میکنن برای تجارت بین المللی، و بنابراین استقلال کشورهای دیگر رو میان مخدوش میکنن. مثلا ممکنه آمریکا به عنوان یک کشور بین المللی که تجارت بین الملل داره بتونه از یک سری از ثروت ها و قدرت ها استفاده کنه. ما بهش میگیم کانون ثروت و قدرت. اما میاد خودش یک سری از موانع ایجاد میکنه که من و شما نتونیم به راحتی تجارت بین الملل انجام بدیم. اما بعضی از جامعه شناسا معتقدن بچه‌ها جهانی شدن یک فرایندیه که اصلا مرزهای ملی براش مهم نیست، ایجاد نظم نوین داره میکنه در جامعه و همینطور تولید بین المللی اونو به پیش میبره. جهانی شدن در عصر جدید بسیار مفهوم مهمیه چون داره یک نظم نوین در سطح جهانی رو پدید میاره. اگر یکم دقت کنید کم کم متوجه میشید حتی بیماری های ما هم دارن جهانی میشن.
و اما امپراتوری رسانه، علم و فرهنگ، یکی از مهمترین انواع امپراتوری در قرون جدید. بچه ها، ما هر چقدر که فرهنگ خوب و بزرگی داشته باشیم نمیتونیم بگیم که این نوع از تکنولوژی روی ما تاثیرگذار نیست. حتما تاثیر خودشو میذاره و در نتیجهش هم یک نوع خودباختگی فرهنگی با خودش به همراه خواهد آورد. گفته در شرایطی که جوامع غیر غربی مدیریت خودشون در گزینش عناصر مناسب فرهنگ غربی از دست بدن، غرب مدیریت انتقال فرهنگ خودش رو در چهارچوب اهداف اقتصادی سیاسی به دست میگیره. پس صنعت ارتباطات میتونه به هر جامعه‌ای که سلطه است، جامعه سلطه و تسلط هست، این کمک رو بکنه که بتونه به راحتی مدیریت انتقال فرهنگ خودش رو به ما داشته باشه. بنابراین توسعه صنعت ارتباطات فاصله های زمانی و مکانی رو بسیار کوتاه کرده و به شدت داره ما رو به شکل یک دهکده واحد در میاره که به شدت هم میتونه خودباختگی فرهنگی برامون ایجاد کنه. اما تجمع قدرت رسانه در صاحبان در دست صاحبان ثروت و کانونهای صهیونیستی هم هویت جوامع غیر غربی رو داره متزلزل میکنه، همین که آشکارا برخلاف ارزش‌های دموکراتیک جهان غرب داره عمل میکنه که بسیاری از منتقدان هم نگران این قضیه هستن. پس گفتیم جهان غرب از طریق رسانه داره فرهنگ عمومی جهان غیر غربی رو ساپورت میکنه، مدیریت میکنه. پس لطفاً به هیچ عنوان امپراتوری رسانه رو دست کم نگیرید بچه ها. اما جهان دو قطبی، بچه ها، یک مفهوم خیلی بزرگ ما در کتاب 11 داریم به نام چالش فقر و غنا. ما در چالش فقر و غنا میایم به یک چالش بزرگ سرمایه‌داری، نظام سرمایه‌داری اشاره میکنیم. اقتصاد قرون وسطا بر اساس روابط اجتماعی ارباب رعیتی بود، درسته؟ لیبرالیسم اولیه رویکردش فردی و اقتصادی بود و به حمایت و دستگیری از فقرا قائل نبود. توی لیبرالیسم اولیه مدام مثلا جمعیت شناسانی مثل مالتوس بودن که میگفتن اصلا برای ما افراد فقیر مهم نیستن. چرا مهم نیستن؟ چون هیچ تأثیری نمیتونن در اقتصاد جامعه داشته باشن. اون زنده باشه یا مرده باشه هیچ فرق برای من نداره، پس بهتره که مرده باشه و من هزینه کمتری برای اون انجام داده باشم. بنابراین با این نگاه ما پیش میریم تا جایی که نظریه پردازان لیبرال آزادی فعالیت صاحبان سرمایه رو ضامن پیشرفت جامعه میدونن و مخالف هر نوع مداخله دولت در اقتصاد بودن. اونا میگفتن که کمک به مستمندان بیهوده است. در انگلستان که انقلاب صنعتی پیش اومد، وضعیت جاهایی که فقیران ساکن بودن به شکلی بد بود که خیلی ها اونجا میمردن و خیلی ها ترجیح میدادن که بمیرن و به اونجاها نرن. اینجا هم نظریه مالتوس و ریکاردو رو داریم که الان براتون توضیح دادم. نظریه ریکاردو رو براتون اینجا دوباره بگم. بچه ها، ریکاردو از مخالفان دخالت دولت در اقتصاد بود. میگفت حتی افزایش دستمزد کارگران و رفاه آنان موجب افزایش تولد نسل اونها میشه و پیدایش مشکلات بعدی. ریکاردو میگفت اگر قراره که ما حقوق کارگران رو افزایش بدیم، پس اون خیالش راحت میشه و بیشتر بچه دار میشه، بیشتر زاد و ولد میکنه و افرادی که کارگر هستن در جامعه بیشتر و بیشتر میشن. ما نیازی به این نداریم. ما نیاز داریم که سرمایه اتفاق بیفته. پرسودترین راهش رو خود سرمایه انتخاب کنه. استعداد و تلاش هم بسیار
مهمه، اما همچنان کارگران برای ما جایگاهی ندارند. اما لیبرالیسم اولیه بچه‌ها با تکیه بر شعار آزادی و به ویژه آزادی اقتصادی راه استثمار رو به شدت باز کرد و عدالت رو هم نادیده گرفت. اینو یادتون نره. نخستین قسمتی که چالش رو به وجود میاره و اون چالش فقر و غنا هست، دقیقاً لیبرالیسم اولیه است. و اما شکل‌گیری بلوک شرق و غرب. بچه چالش فقر و غنا دیگه از اسمش مشخصه دیگه، یعنی این که اتفاقی که در نظام سرمایه‌داری افتاد این بود که یه عده خیلی پولدار بودن یه عده خیلی فقیر بودن، چالش فقر و غنا. خب برخی از اندیشمندان اروپایی برای حل مشکل گفتن در چارچوب ارزش‌ها و آرمان‌های فرهنگ جدید غرب یک سری آرمان ارائه بدیم. مثلا مارکس در نیمه قرن 19، نیمه دوم قرن 19 اومد لیبرالیسم اقتصادی رو نقد کرد. به نظرش چالش‌های جامعه سرمایه‌داری فقط با یک انقلاب حل می‌شد. مارکس به شدت بچه‌ها به دنبال انقلاب و انقلاب کارگران به شدت دنبالشه. این قسمت برای کنکور بسیار مهمه بچه‌ها، بخوانیم و بدانیم این قسمت. سوالای خیلی زیادی من راجع به این قسمت دیدم. گفتیم در جامعه دهم گفتیم مارکس نگاه تک خطی داشت، یعنی میگفت همه کشورها و جوامع به یک سمت دارن پیشروی پیدا میکنن. مارکسیسم بچه‌ها مهمه. دیدگاه‌های پایبند به اندیشه‌های سیاسی مارکس مارکسیسمه. جامعه آرمانی مارکس فردگرایی لیبرالیستی و اقتصاد سرمایه‌داری رو به ما نشون میده و از اون عبور میکنه. میگه مالکیت خصوصی باعث میشه که جوامع دچار چالش فقر و غنا بشن. اگه مالکیت خصوصی نباشه، بنابراین هیچ جامعه‌ای دچار فقر و غنا نمیشه و همه در حالت تساوی با هم قرار دارن و صورتی سوسیالیستی و کمونیستی پیدا میکنه. مارکس میگه سوسیالیسم مرحله انتقالی برای رسیدن به کمونیسته. درسته، به کمونیسمه. سوسیالیسم و کمونیسم در مقابل فردگرایی لیبرال دو رویکرد جامعه گرا هستن. تفاوتشون چیه؟ سوسیالیسم به مالکیت خصوصی هنوز پایبنده، اما کمونیسم به مالکیت خصوصی پایبند نیست و میگه مالکیت عام هستش. بچه‌ها خیلی نکته مهمیه این مطلب. اما بعدها مخالفان سرمایه‌داری اسم چپ به خودشون گرفتن، جریان چپ. احزاب سوسیالیستی و کمونیستی شدن چپی‌ها و در این میان حزب کمونیسم شوروی با انقلاب سال 1917 تونست که قدرت رو در روسیه به دست بگیره. اما بعد از اینکه انقلاب کمونیستی در روسیه شکست خورد چه اتفاقی افتاد؟ همه جهان متوجه شد که این خیلی هم درست نبود. جوامع سوسیالیستی بچه‌ها با انتقاد از لیبرالیسم اولیه، عدالت اجتماعی و توزیع مناسب ثروت رو شعار خودشون قرار دادن، اما اونا هم یه مشکلاتی بالاخره داشتن. اما چالش و نزاع بلوک شرق و غرب کل قرن 20 رو تا زمان فروپاشی بلوک شرق در حیطه اختیار داشت. یک چالش منطقه‌ای نبود بچه‌ها چالش بلوک شرق و غرب، چالش جهانی بود. بلوک شرق و غرب شامل روسیه، چین می شدن، بلوک شرق و بلوک غرب شامل آمریکا و کشورهای اروپای غربی. یعنی جهان به دو قطب اصلی تقسیم می شد. آمریکا و شوروی دو ابرقدرت در مرکز این دو قطب وجود داشتند. از نظر سیاسی اقتصادی هم متمایز بودند. به فرهنگ واحدی هم تعلق داشتن همشون. یعنی هر دو بلوک درون فرهنگ غرب قرار داشتن. حالا رویکرد مارکس بچه‌ها نسبت به عالم یه رویکرد سکولاره. در چارچوب بنیانهای فرهنگ غرب هم هست، درسته؟ بنابراین چالش بلوک شرق و غرب از نوع چالش‌هایی بود که درون یک فرهنگ داره اتفاق می‌افته، نه از نوع چالش‌هایی که بین فرهنگ‌های متفاوت ممکنه اتفاق بیفته.
و اما بریم سراغ درس دهم، جنگ ها و تقابل های جهانی. بچه ها برم صفحه بعدی، راجع به اگوست کنت میخوایم با هم صحبت کنیم. جنگ بچه ها یک پدیده اجتماعیه، درسته؟ جامعه بشری در گذشته تاریخ خود شاهد جنگ های خیلی زیادی بوده، از جنگ های دوران جاهلیت و قبل از قرون وسطا بگیرید تا جنگ های صلیبی و جنگ های جهانی و غیره، جنگ های معاصر. اگوست کنت یک جامعه شناس دقیقا مثل مارکس فرانسوی هست بچه ها. معتقده که فاتحان در گذشته تاریخ با غنایم جنگی بر ثروت خود اضافه می کردن. ولی با رشد علم تجربی و صنعت، ثروت از طریق غلبه بر طبیعت به دست اومد. به همین دلیل بعد از انقلاب صنعتی جنگ از زندگی بشر رفت بیرون. نرفت بیرون آگوست کنت داره توضیح میده. از دیدگاه اون جنگ در فرهنگ و جامعه جدید غربی امری ذاتی نیست، بلکه امری آرزی و تحمیلی است. منظورش اینه که جامعه غربی خودش ذاتاً نمیخواد که به جنگه، اما گاهی اوقات بهش تحمیل میشه و مجبور میشه که به جنگه. دو تا جنگ هم که در نیمه اول قرن بیستم داشتیم و این خطا بودن نظریه کنت رو نشون میده. همشون هم غربی بودن. منظور جنگ های جهانی اول و دومه. اما این دوتا جنگ که گفتیم بزرگترین جنگ های تاریخ بشر بودن، کشته هاشون هم که خیلی زیاد بوده و دیگه همه تون میدونید دیگه از سلاح های شیمیایی استفاده شد و غیره. با این همه دو جنگ اول و دوم به کشورهای اروپایی و غربی محدود نشدن، بلکه همه جهان رو درگیر خودشون کردن. حتی ایران هم درگیر شد در جنگ جهانی اول و دوم. بعد از جنگ جهانی دوم یک صلح پایدار هنوز ما نداریم بچه ها. پس اگر غرب تحمیلی می جنگید، این همه جنگ تا به حال تجربه نکرده بود. اما بعد از جنگ جهانی دوم، بلوک شرق و غرب که گفتیم یعنی شوروی و آمریکا، هر یک بخشی از جهان را زیر نفوذ خودشون قرار دادن و تا زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و شکست خوردن انقلاب کمونیستی، جنگ سرد بین این بلوک ها به همراه جنگ نرم وجود داشت و به اقتصاد کشورهای صنعتی وابسته هم که تسلیحات نظامی میفروختن رونق بخشید. اما نظریه پردازان غربی پس از فروپاشی بلوک شرق بچه‌ها طرف دیگه رو برای جنگ جستجو میکنن. جنگ رو از کشورهای غربی به فرهنگ‌ها و تمدن‌های منتقل کردن که در دوران استعمار تحت سلطه جهان غرب بودن. بعد از بچه ها جنگ های جهانی غرب به این نتیجه رسید جنگ بسیار بسیار مخربه و آثار زیانباری داره. بنابراین تصمیم گرفت که جنگ ها رو از درون خودش به سمت کشورهایی ببره که ازش دورترن و قبلا در استعمارش بودن. جناب آقای ساموئل هانتینگتون نظریه جنگ تمدن ها بسیار مهم نظریه داد. نظریهش این بود که عملیات نظامی قدرت های غربی در مقابله با مقاومت کشورهای غیر غربی توجیه میشه. اون اومد توجیهشون کرد و گفت آخرین مرحله درگیری ها در جهان معاصر با عنوان جنگ تمدن ها اتفاق میفته. تو این مرحله رقابت ها و درگیری ها دیگه درگیری تن به تن نیست، بلکه بین فرهنگ ها و تمدن های بزرگه، نه بین دولت و ملت ها، بین فرهنگ ها و تمدن های بزرگ، که فرهنگ اسلامی هم بزرگترین تهدید برای فرهنگ غربه. و اما تقابل شمال و جنوب. راجع به تقابل شمال و جنوب بچه‌ها چی خوندین؟ اصلا تا حالا چیزی شنیدید؟ قطعا شنیدید مطمئنم. در پایه 11 دبیرتون به خوبی راجع به این قضیه توضیح داده.
بچه ها اگر نقشه جهان رو به دو قسمت تقسیم کنیم، شمالی و جنوبی، یک سری از کشورها در جنوب هستن، یک سری ها درسته در شمال قرار میگیرن. بیشتر کشورهای صنعتی و ثروتمند در نیمکره شمالی هستن و بیشتر کشورهای فقیر در نیمکره جنوبی. ما هم در نیمکره شمالی هستیم بچه ها. خب از تقابل کشورهای فقیر و غنی به عنوان به نام تقابل شمال و جنوب یاد میشه. مفاهیم شمال و جنوب عمدتاً بعد از جنگ جهانی دوم به وجود اومد. چرا؟ چون برخی از دانشمندا میگفتن چالش اصلی بین بلوک شرق و غرب نیست، بلکه بین کشورهای فقیر و غنیه. بنابراین اومدن اصطلاحات جدیدی وارد کردن، کشورها رو به چند دسته تقسیم کردن: کشورهای توسعه یافته، عقب مانده، مرکز، پیرامون، استعمارگر، استعمار زده و جهان اول و جهان دوم و سوم. پس کشورها تقسیم بندی شدن. به کشورهای صنعتی و ثروتمند کشورهای توسعه یافته میگن، به کشورهای عقب مانده توسعه نیافته و یا در حال توسعه میگن. اما خود کشورهای در حال توسعه خودشون طبقه بندی دارن بچه ها. اما اصطلاح مرکز و پیرامون که به شدت بهش اشاره کردیم، گفتیم کشورهای ثروتمند و صنعتی نقش مرکزی دارن و بقیه کشورها پیرامون اونها قرار دارند. بچه ها تقابل شمال و جنوب رو اینجا دقت کنید بهش. تقابل شمال و جنوب تقابلی جهانیه و در صورتی که فعال بشه بسیاری از چالش‌های درونی کشورهای غربی رو بازم فعال می‌کنه، این تقابل شمال و جنوب. و اما بریم سراغ درس 11، بحران‌های اقتصادی و زیست محیطی. بچه در بحران‌های اقتصادی خرید قدرت خرید مصرف کنندگان به شدت کاهش پیدا میکنه. ما گاهی اوقات تو کشورمون تو این شرایط قرار میگیریم. شما که اقتصاد خوندی این مبحث رو خوب بلدی، منحنی عرضه و تقاضا. درسته، منحنی عرضه و تقاضا. بنابراین گاهی اوقات قدرت خرید پول کاهش پیدا میکنه، تولید کنندگان بازار فروش خودشون رو از دست میدن، کارخونه ها تعطیل میشه، کارگرها هم بیکار میشن. تو تاریخ اقتصاد سرمایه‌داری غرب بحران های اقتصادی به طور متناوب با شدت و ضعف همیشه وجود داشته. تو ایران هم وجود داشته، در تمام دنیا وجود داره. اولین بحران اقتصادی که در غرب جدی باهاش برخورد کرد در سال 1820 میلادی در انگلستان بود. مهمترینش هم فاصله بین دو جنگ جهانی، یعنی سال 1929 تا 1933 اتفاق افتاد. چرا؟ چون خسارت‌های زیادی از جنگ جهانی اول دیده بودند و افراد خیلی زیادی بیکار شده بودند یا کشته شده بودند. اما بچه‌ها آسیب‌های مربوط به فقر و غنا همیشه متوجه قشرهای فقیر و ضعیف جامعه است، یعنی اونها همیشه بیشترین آسیب رو خواهند دید. در صورتی که بحران اقتصادی کنترل نشه، فروپاشی حکومت رو قطعاً به همراه خواهد داشت، یادتون نره. و اما بحران‌های زیست محیطی. بچه راجع بحران‌های زیست محیطی که دیگه تو این روزا زیاد همیشه راجبش صحبت میکنیم، به منطقه خاصی محدود نمیشه، در همه جا ممکنه این اتفاق بیفته، همه ی محیط طبیعی باهاش داره دست و پنجه نرم میکنه و اینکه زندگی انسان آب، خاک، هوا رو کاملا فرا گرفته. شهرهای صنعتی اولین مراکزی بودن که با آلودگی های زیست محیطی مواجه شدن. مثلا تهران به عنوان پایتخت یکی از شهرهایی که با آلودگی مواجهه. اما انسان مدرن بچه با انقلاب صنعتی تسلط و پیروزی خودش رو بر طبیعت نوید داد، درسته؟ اما تونست آسیب‌هایی به طبیعت بزنه در رابطه متقابل خودش و طبیعت. بچه بحران‌های محیط زیست ناشی از رویکرد انسان مدرن و
فرهنگ معاصر غرب به طبیعت. اینو یه سری از دانشمندا بهش معتقدن، میگن فرهنگ مدرن طبیعت رو یه ماده خام میدونه که انسان اجازه داره هر استفاده‌ای که ازش میخواد برای موفقیت خودش داشته باشه. در جامعه دهم راجبش صحبت کردیم، اما در نگاه توحیدی بچه ها طبیعت و هر آن چیزی که در اونه آیات و نشانه های خداوند هستن و باید ما به اونها اهمیت بدیم و قرار نیست که فقط برای ما خلق شده باشن و وجود داشته باشن. این هم از درس راحت 11 و اما بحران های معرفتی و معنوی. بحران معنویت بچه ها. در فرهنگ غرب گرایش به دین و معنویت از سر گرفته شد. حتی برای پاسخ دادن به نیاز فطری آدمی به معنویت دینهای جدید و عرفانهای بزرگی هم به وجود اومدن. در فرهنگ غرب سکولاریسم به صورت آشکار مطرح شد. خب سکولاریسم در حوزه‌های هنر گفتیم، اقتصاد گفتیم، سیاست گفتیم و علم ظاهر شد و فرهنگ تخصصی ما رو تحت تأثیر قرار داد، درسته؟ اما فرهنگ عمومی جامعه غربی در محدوده زندگی شخصی و خصوصی افراد همچنان دینیه. یعنی ما میبینیم افرادی رو که همچنان یک شنبه ها به کلیسا میرن، پس تأثیر گذاره براشون، پس در زندگی شخصیشون هنوز به دین پایبند هستن. اما در طی قرن 20 نه تنها دین از فرهنگ عمومی مردم خارج نشد، بلکه در سالهای پایانی نگاه معنوی و دینی مردم به شدت اضافه شد، افزایش پیدا کرد. مهمترین علت تداوم باورهای دینی نیاز فطری انسان به حقایق قدسی بچه ها. و اما گریز و رویگردانی از سکولاریسم در جوامع غربی پیامدهای اجتماعی مختلفی داشت، از جمله برخی از نخبگان جهان غرب را به جستجوی سنت‌های قدسی و دینی واداشتند. مهاجران ساکن کشورهای غربی را که اغلب مرعوب فرهنگ مدرن شده بودند به سوی هویت دینی خودشون فراخوندند و بازار معنویت‌های کاذب و دروغین رو رونق بخشیدن، مثل خرافه پرستی، شیطان پرستی و انواع بازسازی شده ادیان شرقی و سرخپوستی. این هم از درس راحت 12. بریم سراغ درس 13 و بیداری اسلامی بچه ها. سرآغاز بیداری اسلامی اگر یادتون باشه قبلا هم بهش اشاره کردیم، گفتیم نقطه عطف بیداری اسلامی انقلاب اسلامی ایران بود. گفتیم جهان غرب با سطحی ترین و ظاهری ترین لایه های هویتی خودش شکار کرد، اومد با سایر جهان های اجتماعی مواجه شد، به خصوص جهان اسلام، و هر چیزو از اون یاد گرفت، به رخ کشید و لایه های عمیقش رو از چشم اعضای سایر جهان ها مخفی کرد، درسته؟ اما غرب متجدد که گفتیم از منظورمون از غرب متجدد 4 سال اخیر هست، زمانی با جهان اسلام روبرو شد که قدرت های سیاسی جهان اسلام با وجود رعایت ظواهر اسلامی استبدادهای قومی و قبیله‌ای داشتن و عالمان دینی هم بر اساس ضرورت حفظ امنیت با اونها تعامل می‌کردن. دو تا نکته اینجا وجود داره: فقاهت و عدالت. دو عنصر برتر در فرهنگ اسلامی هستن، در حاشیه مناسبات قدرت‌های قومی هم باقی موندن بچه‌ها. اما قدرت نظامی، سیاسی، اقتصادی و جاذبه‌های دنیوی کشورهای غربی دولت مردان کشورهای اسلامی رو به شدت مرعوب خودش کرد و طوری شد که این مسئله عزت و استقلال کشورهای اسلامی رو از بین برد بچه ها. و اما نخستین بیدارگران اسلامی چه کسانی بودن؟ راجب سید جمال الدین اسدآبادی اشاره کردیم و صحبت کردیم بچه ها.
نخستین بیدارگران اسلامی کسانی بودند که با خطر جوامع غربی و شیوه برخورد اونها به شدت آشنا بودند و معتقد بودند که احتمال اینکه جوامع غربی بتونن بر اسلام تسلط پیدا کنن خیلی زیاده. از این افراد میتونیم از اصلاحات امیرکبیر، حکم میرزای شیرازی در تحریم تنباکو یاد کنیم. اینها نمونه های حرکت های نخستین بیداری اسلامی در ایران هستند. اقدامات سید جمال الدین اسدآبادی به شدت مهمه در بیداری اسلامی. حالا مهمترین ویژگی های نخستین بیدارگران اسلامی چی بود؟ اولا که به خطر کشورهای غربی برای جوامع اسلامی دقت داشتند. دوم، به دنبال اصلاح رفتار دولت‌ها در کشورهای اسلامی بودند. سوم، بیداری را بازگشت به اسلام می‌دونستند، اسلام واقعی و عمل به اون. چهارم، بسیاری از اونها وحدت امت اسلامی و عزت جهان رو دنبال می‌کردند. منظور از جهان کجاست؟ جهان اسلام. اما بیدارگران نخستین بچه‌ها با روی کرده اعتراض‌آمیز به غرب از فرهنگ غرب شناخت عمیقی نداشتند. درسته، اما اونها خطر غرب رو بیشتر در سلطه‌گری و قدرت سیاسی و اقتصادی می‌دیدند. بعضی‌هاشون دوری مسلمانان از عمل به اسلام رو عامل ضعف جوامع اسلامی می‌دونستند و فکر می‌کردند که دلیل قدرتمندی جوامع غربی اینه که عملکرد اونها اغلب همون چیزیه که مورد توجه اسلام هم هست. و اما منورالفکران و روشنفکران غربگرا بچه‌ها، منورالفکران و روشنفکران غربگرا کسانی بودن که نسل اول بهشون ما میگیم منورالفکر و نسل دوم ما بهشون میگیم روشنفکر. براتون اینا رو کامل توضیح خواهم داد. بچه اول اون بیدارگران اسلامی بودن که به وجود اومدن. گفتیم که مثلا اصلاحات امیر کبیر، میرزای شیرازی و سید جمال. یه گروه دیگه به وجود اومدن در جهان اسلامی، شیفته غرب بودن، بیشتر در لوژهای فراماسونری بودن و خودشونو بیدارگر معرفی میکردن. برخلاف بیدارگران اسلامی، بیداری را درگذر از فرهنگ اسلامی و پیوستن به غرب میدونستن. یعنی میگفتن درسته که شرایط اسلامی خوبه، ولی اگر ما از این مرحله گذار کنیم و به فرهنگ غرب دسترسی پیدا کنیم قطعا پیشروی میکنیم. اومانیسم رو به شدت خوب میدونستن و روشنگری مدرن رو به منورالفکری ترجمه میکردن. پس ما بهشون میگیم منورالفکران غربگرا. دو تا لوژ در فراماسونری وجود داشت، لوژ آدمیت و لوژ بیداری ایرانیان. این دوتا لوژ از اولین لوژهایی بودن که منورالفکران ایرانی تأسیس کردن در ایران. منورالفکران غربگرا بچه ها چه ویژگی هایی داشتن؟ اول، نسبت به کشورهای استعمارگر احساس خطر نمی کردن. یعنی می گفتن اونا خوبی ما رو می خوان. دوم، خواستار اصلاح رفتار دولت‌های خودشون بودن و میگفتن باید سعی کنید که به کشورهای غربی دسترسی پیدا کنید. سوم، مفهوم امت و ملت اسلامی براشون معنی نداشت و میگفتن که ما باید به دنبال ناسیونالیسم و اندیشه سیاسی قوم‌گرایانه باشیم. اما منورالفکران غربگرا بچه‌ها به شدت مورد حمایت استعمارگر غربی بودن. طبیعیه دیگه، چون منورالفکران داشتن از اونها دفاع میکردن، پس استعمارگران هم طرفدار منورالفکران بودن. این دولت‌ها به کمک اونها تونستن موفقیت بیدارگران اسلامی بچه‌ها در جوامع اسلامی جلوگیری کنن. منورالفکران غربگرا در قدم‌های نخستشون از ضرورت اصلاحات در دولت‌های کشورهای اسلامی سخن گفتن و گفتن ما باید یه اصلاحاتی انجام بدیم تا اتفاقات خوبی برای کشورمون بیفته. از منورالفکران غربگرا میتونیم را درباره آتاتورک صحبت کنیم. آتاتورک اقداماتش کاملا منورالفکرانه بود. کشف حجاب، تغییر خط عربی به لاتین.
بچه‌ها یک نکته‌ای که اینجا هست، سه نفر هستن که ما در موردشون در اینجا صحبت می‌کنیم. هر سه تاشون دنبال یک کار بودن. اول آتاتورک بود در ترکیه، منورالفکر، دوم رضا خان در ایران و سوم امان الله خان در افغانستان که به شدت هم مورد تایید دولت‌های غربی بودند. اما گفتیم که حکومت منورالفکران غرب‌گرا بچه‌ها چه نوع استبدادی به وجود آورد؟ استبداد استعماری. گفتیم استبداد استعماری همون استبداد قومی قبیله‌ایه. وقتی که غرب ازش حمایت می‌کنه میشه استبداد استعماری. اما استبداد استعماری به دلیل وابستگی به کشورهای استعمارگر میاد چه کار میکنه؟ استقلال سیاسی و اقتصادی کشورهای اسلامی رو به خطر میندازه. بنابراین حفظ هویت اسلامی هم سخت میشه بچه ها. تا پیش از فروپاشی بلوک شرق، روشن فکران چپ در کشورهای اسلامی جاذبه داشتن بچه ها. اما وقتی که بلوک شرق به وجود اومد و اون تفکرات چپ از نزدیک دیده شدن، یواش یواش همه روشنفکران اسلامی جدا شدن از بلوک شرق. چرا جدا شدن؟ به خاطر اینکه جاذبه های روشنفکری غرب از بین رفت و این جریان در کشورهای اسلامی نیز جاذبه خودش را از دست داد و غربگرایان برای بار دیگر به اندیشه های لیبرالیستی بچه ها دقت کنید روی آوردن. متشکرم که دقت می کنید به صحبت های من. و اما درس بعدی، درس شیرین و جذاب 14، درس خیلی راحت در ادامه بیداری اسلامی. نقطه عطف بیداری اسلامی گفتیم کجاست؟ انقلاب اسلامی ایران. احسنت به شما، باز هم متشکرم که به حرفای من دقت میکنید. خب نخستین بیدارگران اسلامی بچه ها در ایران جنبش هایی رو برای اصلاح رفتار حاکمان به وجود آوردن. تعامل آلمان شیعی با قاجار خودش یک مقاومت منفی بود. در مقاومت منفی دقت کنید بچه ها، این نکته بسیار نکته مهمیه. در مقاومت منفی حاکمیت پادشاه ظالمانه و غیر مشروع شناخته میشه. همکاری سیاسی باهاش جز در حد واجبات نظامی انجام نمیشه. منظور از واجبات نظامی اموریه که برای بقای زندگی اجتماعی انسان لازمه، مثل حفظ امنیت یا مقابله با دشمنان خارجی. خب پس مقاومت منفی اینجا شکل گرفت به دلیل اثرپذیری از دولت‌های استعماری به جای مقاومت در برابر بیگانگان اتفاق افتاد. درسته؟ و اما قسمت بعدی بچه، برخورد رقابت آمیز آلمان دینی که مطمئناً در درس تاریخ مطالعه کردین با قاجار حرکت اصلاحی بود. این حرکت اصلاحی باعث شد که برخی رفتار پادشاهان قاجار یکم تلاش کنه و پادشاهان قاجار سعی کنن تا حرکت‌هاشون رو تغییر بدن. و اما یکی از این تغییرات جنبش عدالت خانه بود. به دنبال اصلاح کار یا رفتار خاصی از پادشاه نبود، بلکه اصلاح شیوه زمامداری او، اصلاح شیوه سیاستش، حکومتش برای مردم مهم بود. با توجه به شرایط داخلی و خارجی تأسیس مجلس بود، قوانین عادلانه الهی قرار شد تدوین بشه و شاه ملزم شد که در چارچوب این قوانین حاکمیت کنه و غیر از اون حاکمیت نکنه. به همین دلیل فقط در شرایطی که برقراری حاکمیت آرمانی امکان نداشت پذیرشش هم ممکن بود. جنبش عدالتخانه نکته بسیار مهم از آن جهت که ساختار سیاسی جامعه رو بچه ها تغییر میداد یک انقلاب اجتماعی بود. پس از آن جهت که ساختار سیاسی جامعه رو داشت تغییر میداد تبدیل شد به یک انقلاب اجتماعی. اما از نظر متفکران مشروطه خواه
مجلس چه محلی بود؟ محلی بود که قوانین نه بر پایه احکام اسلام بلکه بر اساس اراده و خواست بشر تنظیم بشه. پس همچنان منورالفکر وجود داره در اینجا. در جریان انقلاب مشروطه نزاع و رقابتی سخت بین بیدارگران اسلامی و منورالفکران غربگرا به وجود اومد. تقریبا 2 دهه اینها با هم کشمکش داشتن و با حضور قدرت‌های استعماری کشمکششون با دخالت انگلستان به نفع جریان منورالفکر عوض شد، پایان پیدا کرد. و در ایران چه اتفاقی افتاد؟ به استبداد استعماری رضاخان رسید. و اما انقلاب اسلامی، بعد از گذشت بچه بیش از 70 سال از انقلاب مشروطه، نیم قرن از حاکمیت پهلوی، انقلاب اسلامی در ایران اتفاق افتاد. آیت الله خمینی انقلاب رو آغاز کرد و شاه تحت حمایت دولت‌های غربی بود. منظورم از شاه پهلوی دوم هست و مأموریت حفظ امنیت منطقه رو هم به عهده داشت. اما امام خمینی به عنوان یک مرجع دینی، مردم و عالمان را از موضع مقاومت منفی به فعالیت رقابت آمیز در آورد. این فعالیت رقابت آمیز با اعتراض به کاپیتولاسیون رفتار استعماری شاه آغاز شد. کاپیتولاسیون رو یادتونه، آغاز شد و در حد یک حرکت اصلاحی نموند، بلکه تبدیل شد به یک حرکت انقلابی حداقل 15 ساله. در اندیشه اجتماعی سیاسی شیعه حاکمیت آرمانی دینی حاکمیت الهی است که به وسیله پیامبر و اهل بیت تحقق پیدا می کنند. حالا مشکل جنبش عدالتخانه چی بود؟ مشکل جنبش عدالتخانه این بود که رفتار عادلانه را به کسی تحمیل می کرد که با معیارهای الهی به قدرت نرسیده بود. درسته؟ پادشاهان قاجار با معیارهای الهی که به قدرت نرسیده بودند. اونها قدرت رو با شمشیر قوم و عشیره خودشون به دست آورده بودند. اما حالا در انقلاب اسلامی و بازگشت مردم چه اتفاقی میفته؟ دقیقاً اتفاقی میفته که ما احکام الهی رو از کسی میخوایم که خودش جزئی از احکام الهی هست. اما مقایسه انقلاب اسلامی با انقلاب‌های آزادی بخش. انقلاب اسلامی ایران، بچه‌ها، انقلاب‌ها و جنبش‌های آزادی بخش قرن بیستم همه‌شون ضد استعماری بودن. در جهت از بین بردن سلطه سیاسی کشورهای غربی، یعنی یک بیداری اسلامی اتفاق افتاد که همه دنبال این بودن که قدرت‌های استعماری غربی رو از کشورشون، چه در حالت استعمار نو چه در حالت استعمار قدیم، از بین ببرن و خارج کنن. بنابراین انقلاب اسلامی ایران با انقلاب‌های آزادی بخش جهان و در این قرن متفاوت بود. تفاوتش چی بود؟ اولا اینکه انقلاب‌های آزادی بخش در جهان دو قطبی قرن بیستم و بچه‌ها داریم میگیم، ما اینو یادتون نره. در جهان دو قطبی قرن بیستم اغلب در مقابل بلوک غرب شکل میگرفت و در مورد حمایت بلوک شرق بود، ولی انقلاب ایران هیچ کدوم از دو بلوک رو قبول نداشت، وابستگی به هیچ کدوم از دو بلوک نداشت و شعار چی میداد؟ نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی. کاملا ضد آمریکایی، ضد صهیونیستی بود و ضد مارکسیستی. نکته بعدی که باید بهش اشاره کنیم بچه‌ها اینه، انقلاب‌های آزادی بخش در چهارچوب نظریه‌ها و مکاتب چپ شکل می‌گرفتن. چرا در چهارچوب نظریه‌ها و مکاتب چپ شکل می‌گرفتن؟ به این علت که نظریه‌های چپگرا اساساً انقلابی‌اند. پس کسانی که میخوان انقلاب کنن با اون نظریه ها استناد میکنن و از اونها استفاده میکنن. اما در اینجا انقلاب اسلامی ایران از آموزه های اسلامی بچه ها استفاده کرد و به فلسفه ها و مکاتب سیاسی غرب هم تعلق نداشت.
و بعدی انقلاب‌های آزادی بخش در مقابل با استعمار قدیم و حذف کارگزاران مستقیم غرب موفق می‌شدند، ولی در قطع وابستگی اقتصادی فرهنگی اصلا موفق نبودند، در حالی که ما در انقلاب ایران هم حضور اونها رو قطع کردیم و هم وابستگی اقتصادیمون رو نسبت به اونها بسیار کم کردیم و کلن قطع شد. دقت کنید بچه ها، انقلاب اسلامی ایران در کتاب نوشته شده فقط یک انقلاب سیاسی نبود، بلکه هویتی فرهنگی و تمدنی داشت و خارج از بلوک بندی شرق و غرب داشت اتفاق می افتاد. احسنت به شما. بریم سراغ درس شیرین 15 و افق بیداری اسلامی. باز هم تأکید میکنم بچه ها، من دارم سعی میکنم جاهایی رو براتون بگم که احتمال سوال کنکور در اون خیلی زیاده. بچه ها، نخستین انقلاب گفتیم جهان در قرن 20 کلن دو قطبی بود، بله، بلوک شرق و بلوک غرب. هویت جنبش ها، انقلاب ها و کشورها بر اساس جایگاهشون برای یکی از دو قطب بودن. گفتیم بر این اساس انقلاب اسلامی از آن جهت که یک نظام سیاسی وابسته به بلوک غرب بود هدف قرار داده شد و اهمیت پیدا میکرد، اما چون به بلوک شرق هم وابسته نبود از اهمیتش کاسته میشد. آمریکا اومد با حمایت از حکومت پهلوی سعی کرد که مانعی در مرزهای جنوبی شوروی ایجاد کنه و این اتفاق نیفته، اما موفق نبود. اگر انقلاب اسلامی بچه ها وابسته به جریان چپ بود، با فرو ریختن این مانع فرصت جدیدی برای شوروی اتفاق میافتاد که ما تحت استعمار شوروی قرار بگیریم. اما از نظر دولت مردان آمریکا انقلاب اسلامی به دلیل اینکه با بلوک شرق ارتباط برقرار نمی کرد، توان مقاومت نداشت، نمیتونست تداوم پیدا کنه و دیر یا زود منحل میشد و قطعاً از غربی ها کمک میخواست. اما این اتفاق هم نیفتاد و در چهارچوب آرمان ها و ارزش های سکولار جهان غرب هم قرار نداشت، بلکه از متن بچه ها یک فرهنگ اسلامی داشت خارج میشد و برای حفظ هویت اسلامی خودش و تأمین حقوق از دست رفتهش تلاش میکرد. اما انقلاب فرانسه در سال 1789 میلادی با آرمان‌ها و ارزش‌های مدرنی شکل گرفت که پس از رنسانس به وجود اومده بودن. گفتیم اولین انقلاب لیبرال بود انقلاب فرانسه. این انقلاب ابتدا در خاستگاه خودش فرانسه گرفتار مشکلاتی شد، اما به زودی به صورت انقلاب‌های 1830 میلادی و 1848 میلادی حیاتش دوباره اتفاق افتاد و همه کشورهای اروپایی رو تصرف کرد. و اما انقلاب اکتبر 1917 روسیه به دلیل رویکرد چپ و سوسیالیستی که داشت با انقلاب‌های اروپایی متفاوت بود بچه‌ها، ولی به دلیل سکولار بودن و درون فرهنگ غرب بودن که قبلا راجبش صحبت کردیم شبیه هم بودن. میتونیم فرهنگ‌هایی که در دوره استعمار مقهور و مرعوب جوامع غربی شده بودن رو بگیم که یه راه حلی تونستن برای خودشون برای رهایی از این چالش‌ها پیدا کنن. مهمترینشون انقلاب اسلامی ایران بود، با الگو گرفتن از فقه اجتماعی و سیاسی شیعی تونست در این راه موفق بشه. نکته مهمی که بچه در اینجا وجود داره اینه که تا پیش از انقلاب اسلامی تقریبا میتونیم بگیم که هیچ کشور مسلمانی نبود که بتونه بر علیه کشورهای غربی انقلابی انجام بده و وابستگی خودشون نسبت به اونها کم کنه یا از بین ببره. خود انقلاب اسلامی باعث شد که این دیدگاه در کشورهای اسلامی ایجاد بشه که اونها همین قدرت رو دارن و میتونن این کار رو انجام بدن. خب و اما فلسطین. فلسطین یکی از عرصه‌های تقابل بلوک شرق و غرب شده بود. دولت اسرائیل با حمایت مالی و تسلیحاتی آمریکا و کشورهای اروپایی وابسته به بلوک غرب بودند دیگه.
تونسته بود که قسمتی از فلسطین رو بگیره. یا مثلا دولت مصر به رهبری جمال عبدالناصر مظهر ناسیونالیسم غربی بود و پس از مرگ انور سادات رئیس جمهور وقت مصر با امضای قرارداد کمپ دیوید، بچه ها اینجا مهمه، اسرائیل رو به رسمیت شناخته و موقعیت گروه های فلسطینی رو تضعیف کردن. نکته بچه ها، انقلاب اسلامی ایران الگوی نوینی در برابر امت اسلامی قرار داد و یه خودش یک نقطه عطف بود و میتونست باعث بشه که کشورهای ضعیف منطقه تازه خودشون رو پیدا کنن و به نتیجه برسن. و اما انقلاب اسلامی با بازگشت به اسلام و اتکا به فقه سیاسی و اجتماعی شیعی مسئله اسرائیل رو در مسئله جهان اسلام مطرح میکرد. بچه بازگشت به اسلام اولا مشروعیت قرارداد کمپ دیوید رو به باور مسلمانان مخدوش کرد، دوما مقاومت در برابر صهیونیسم رو از موضع اعتقاد اسلامی و با تکیه بر ایمان بر خداوند و قدرت الهی آغاز کرد. شکلی انتفاضه اتفاق افتاد بعد از انقلاب اسلامی و جنبش‌های جدید اسلامی در فلسطین. بنابراین انسان‌ها متوجه شدن، مسلمان‌ها متوجه شدن که خودشون میتونن اقداماتی انجام بدن و یکی از مهمترین پیامدهای انقلاب اسلامی ایران در جهان اسلام جنبش‌ها و انقلاب‌های گسترده مردم در کشورهای غربی از سال 1389 هجری شمسی تا کنونه. ما تو این چند سال به شدت شنیدیم بهار عربی، دقیقا منظور از بهار عربی همونه بچه ها. حالا دولت های غربی مثلا تلاش کردن بگن که این انقلاب ها فرایند غربی شدن و اینها، اما نه، اینطور نبود و تمامی کشورهای عربی که انقلاب کردن به دنبال این بودن که بتونن استقلال خودشون رو به دست بیارن بچه ها. بنابراین انقلاب اسلامی ایران از طریق بیداری اسلامی الگوی جدیدی در برابر امت اسلامی قرار داد. بچه امیدوارم که درس جامعه 11 رو به خوبی متوجه شده باشید تا اینجا. خب بچه ها، نکته ای که اینجا هست اینه، درسته که انقلاب اسلامی در ایران رخ داد، اما از ذخایر معرفتی شیعه استفاده کرد. بنابراین آرمان‌ها و ارزش‌هایی که داره استفاده می‌کنه کاملاً به حل چالش‌های جامعه ایران یا شیعیان محدود نمیشه. خودش این کار رو انجام نمیده. چرا؟ چون آرمان داره. انقلاب بر اساس آموزه‌های اسلامی از عزت و اقتدار جهان اسلام پاسداری می‌کنه. حتی آیت الله خامنه‌ای در نامه‌ای برای گورباچوف، آخرین صدر هیئت رئیسه اتحادیه جماهیر شوروی، یه نامه نوشت و به اشکالاتی اشاره کرد که گفت اگر شما این اشکالات رو رفع کنید قطعا شرایطتون خیلی خیلی بهتر خواهد شد. اما انقلاب اسلامی ایران با آرمان‌ها و ارزش‌هاش تأثیراتی فراتر از مرزهای جهان اسلام به دنبال داشت. بحران‌های هویتی و معنوی جهان غرب با انقلاب اسلامی و شکل‌گیری جنبش‌های اسلامی فرصت بروز و ظهور پیدا کردند. این انقلاب مستقل از ارزش‌ها و آرمان‌های جهان غرب بود بچه‌ها و به شدت شاهدی گویا برای حضور تاریخ‌ساز فرهنگ‌های غیر غربی به شمار می‌رفت. در ادامه می‌تونیم اینو بگیم که راه نوینی را فراروی کشورهای جهان سوم قرار داد تا اینکه اینقدر احساس نکنن ضعیفن و مرعوب کشورهای غربی نباشن و بتونن اصطلاحاً گلیم خودشون رو از آب بیرون بکشن. طراحی و اجرای کودتای نوژه و 8 سال جنگ تحمیلی از نخستین تلاش‌هایی بود که برای مقابله با انقلاب اسلامی ایران انجام شد. جنگ 8 سال دفاع مقدس هم جزئی از اینها بود. اما بچه ها اینجا یک نظریه داریم، نظریه پایان تاریخ فوکویاما. جناب آقای فوکویاما میاد میگه که کشورهای غربی در نخستین نظریه پردازی های خودشون فروپاشی بلوک شرق رو به شکلی نظم نوین جهانی بر مدار یک قطب واحد معنا میکنن. نظریه پایان تاریخ فوکویاما
همین معنا رو داره میگه. اما موفقیت انقلاب اسلامی و پیامدهایی که اتفاق افتاد در جهان باطل بودن نظریه آقای فوکویاما رو داره به ما نشون میده و نشون میده که با قبول حضور فرهنگی و تمدنی جهان اسلام، نظریه جنگ تمدن‌ها از سوی برخی از نظریه پردازان مطرح شد. بنابراین انقلاب اسلامی ایران حتی تونست یک نظریه جامعه شناسی رو هم نقض بکنه. پس ما یاد گرفتیم که اقتصاد و سیاست در جهان غرب در شرایط فعلی ابعاد جهانی پیدا کردن، به مناطق پیرامونی نیاز دارن، انباشت ثروت جهان در دست جمعی اندک هستش و تنها با فقر و وابستگی اقتصادی و سیاسی انبوه آدمیان میتونیم این ثروت رو از دستشون در بیاریم. دنیای غرب برای رفع نیازهای اقتصادی و سیاسی ناگزیره که یه حرکت مستقلی در جهان اسلام شکل بده و میدونه که این حرکت در جهان اسلام شکل گرفته، باید با اون حرکت مقابله کنه و به همین دلیل یه سری از فعالیت‌ها رو انجام میده. مثلا چیا؟ مثال میذارم چند نمونهش رو براتون. مثلا ارائه تصویری خشن و غیر عقلانی از فرهنگ اسلامی، ارائه تفسیرهای سکولار از اسلام، جنگ رسانه‌ای همه جانبه در برابر حرکت‌های فرهنگی جهان اسلام، ایجاد اختلافات فرقه‌ای و مذهبی برای تضعیف جهان اسلام. امیدوارم که این جلسات جامعه شناسی 11 براتون مثمر ثمر بوده باشه. با ادامه حل سوالات جامعه شناسی 11 در خدمت شما خواهم بود. و اما بچه ها بریم سریع سراغ سوالات جامعه شناسی 11. گفته که سربازی که در جنگ به شدت دلتنگ خانواده خودش بوده برای اونها نامه نوشته، به کدام نوع از جهان انسانی اشاره داره؟ خب احساس دلتنگی که قاعدتاً میشه جهان ذهنی یا فردی، بنابراین جهان اجتماعی خط میخوره، جهان فرهنگی خط میخوره. بعدی نوشتن نامه میشه جهان اجتماعی یا فرهنگی، بنابراین جواب گزینه 2 هست. احسنت به شما. اما سوال بعدی گفته به ترتیب هر یک از عبارات زیر به کدام جهان اشاره دارد؟ بچه ها ملک، زندگی شخصی و فردی انسان ها، شهادت. ملک گفتیم جهان تکوینی هست، درسته؟ گفتیم جهان تکوینی و جهان طبیعی هست. احسنت به شما. بنابراین جهان تکوینی میمونه و بقیه جهان ها خط میخورن، درسته؟ احسنت بر شما. گزینه 1 هست بچه ها. و اما سوال بعدی، هرچه با اندیشه و عمل انسان پدید میاد مربوط به چیه؟ مربوط به جهان انسانی، جهان اجتماعی، جهان فرهنگی و جهان انسانی. قطعا هر چیزی که با فرهنگ و اندیشه انسان به دست میاد مربوط به جهان انسانیه. بچه ها توجه کنید، بنابراین جهان اجتماعی و جهان اجتماعی خط میخوره و ما بین دو گزینه، جهان انسانی گزینه 1 و جهان انسانی گزینه 4، فعلا همراه هستیم، درگیر هستیم. در ادامه گفته جهان فرهنگی در برابر چی قرار داده شده؟ جهان عینی و یا جهان ذهنی؟ خب قاعدتا جهان فرهنگی گفتیم در برابر جهان ذهنی قرار داده شده، پس گزینه 1 غلط هست و پاسخ صحیح رو ببینیم. بله گزینه 4. گفته بخش فردی جهان انسانی به جای خالی و جای خالی انسان ها برمیگردد. قشنگ این جمله رو ما در کتاب داریم بچه ها. بخش فردی جهان انسانی به زندگی شخصی و فردی انسان ها برمیگرده. ابعاد اخلاقی چطور؟ ابعاد اخلاقی و ذهنی و روانی انسان ها به این بخش مربوط میشه، درسته؟ بنابراین گزینه 2 گفته زندگی شخصی، فردی، ابعاد اخلاقی، ذهنی، روانی انسان ها به این بخش مربوط میشه. پاسخ صحیح گزینه 2 بچه ها. گفته کدام یک از گزینه های زیر با عبارت گروهی جهان طبیعت را
در برابر جهان انسانی قرار می دهند ارتباط بیشتری داره. بخونیم با هم. گفته برخی جهان عینی را به طبیعت محدود می کنند. صحیحه. درسته. با تقسیم جهان انسانی به دو جهان ذهنی و فرهنگی از سه جهان سخن می گویند. اینجا هم درسته. گفته جهان اول جهان طبیعت، جهان دوم جهان ذهن و جهان سوم جهان فرهنگ هست. اصلا نیازی نداره ما گزینه های دیگر رو بخونیم. گزینه صحیح گزینه یک هست بچه ها. اما علت هر یک از موارد زیر کدام است؟ گفته تنوع فرهنگ ها. خب علتش چی میتونه باشه بچه ها؟ اول تنوع عقاید و ارزش ها، دوم تنوع شالوده فرهنگ ها، سوم تنوع گستره جغرافیایی و چهارم تنوع تداوم تاریخی. گزینه درست تنوع شالوده فرهنگ ها تنوع فرهنگی برای ما میاره بچه ها. دقت کردید؟ اصلا نیاز ندارم گزینه های دیگر رو بخونم، با هم گزینه اول فعلا متوجه گزینه صحیح شده ایم. کدام گزینه به ترتیب به ویژگی علت و پیامد عبارات زیر اشاره دارد؟ اول گفته جامعه تقلب. بچه ها راجع به جامعه تقلب زیاد با هم صحبت کردیم. گفتیم که جامعه تقلب چطور جامعه‌ایه؟ اول از نظر شما یکایک که مردم جامعه بر خود نیز چیره می شوند. خیر، گفتیم گرایش به چیرگی دارند ولی بر خود چیره نمی شوند. دوم گفته مردم آن شیفته غلبه بر اقوام و ملل دیگر هستند. خب این صحیحه نسبتاً. و سوم گفته مردم آن ستمگر سنگدل هستند. نه، قسمت چهار یعنی گزینه چهارم گفته در نظر آنان مردم جوامع دیگر خار و بی ارزشند. پس تا اینجا ما بین گزینه دو و چهار موندیم فعلا. قسمت بعدی گفته پیدایش امپراتوری های بزرگ. علت پیدایش امپراتوری های بزرگ چی میتونه باشه؟ کش این قسمت که ما کاری باش نداریم گزینه دوم، گزینه یک رو بیایم گزینه دو. گفته سلطه و استکبار در گذشته. صحیحه. کشورگشایی و قدرت نظامی هم درسته؟ بله درسته. و گزینه بعدی گفته پیامد غلبه نظامی بر یک سرزمین چیه؟ بست و گسترش فرهنگ قوم غالب. صحیح. و حضور مستقیم قوم مهاجم در مناطق اشغالی. پاسخ صحیح. کدوم بچه ها؟ احسنت به شما، گزینه چهار هست. اما آرمان و ارزش اجتماعی برتر جامعه تقلب چیه بچه ها؟ گفتیم آرمان و ارزش چیره شدن بر سایر ملت هاست. هرچی ما بهتر بتونیم بر کشورها و ملت ها چیره بشیم، آدم های مورد تایید تری هستیم. پس گزینه چهار رو، گزینه سوم صحیح هستش. سوال بعدی، کدام گزینه به ترتیب به نمونه از کودتای موفق و ناموفق در ایران اشاره میکنه بچه ها؟ کودتای انگلیسی رضاخان، کودتای سوم اسفند 99. خیر. کودتای سوم اسفند 92 و کودتای 99 و کودتای محمد رضا شاه. خیر. کودتای 28 مرداد 32 و کودتای نوژه. دقیقاً در کتاب از این دو کودتا یاد شده بچه ها. گزینه صحیح گزینه 3 هست. و اما سوال بعدی، گفته عبارت دنبال کردن مسیر ترسیم شده جهان غرب توسط مردم کشورهای غیر غربی پیامد کدام یک از گزینه های زیر است؟ اول، در استعمار فرانو برای حفظ سلطه جهان غرب بیش از آن که از ابزارهای نظامی و اقتصادی استفاده کنند از ابزارها و ظرفیت‌های علمی بهره می برد. خیر، پیامدش نیست. گزینه دوم، گفته در استعمار نو جهان غرب عقاید، ارزش‌ها و آرمان‌های فرهنگ‌های دیگر را تبلیغ و ترویج می‌کند و غربی کردن جهان را در پوشش جهانی دنبال می‌کند. خیر، پیامدش نیست. گزینه سوم، مردمی که برتری مطلقه فرهنگی و معرفتی جهان غرب را پذیرفته باشند، هویت خودشون را در حاشیه جهان غرب بازخوانی و بازسازی می‌کنند. صحیحه. اما گزینه چهارم رو هم میخونیم. نوشته استعمار فرانو و فراورده فرهنگ سلطه جهان غرب ساختارهای سیاسی کشورهای دیگر رو مورد هدف قرار میده. گزینه صحیح چی شد؟ گزینه سوم.
و اما سوال بعدی بچه ها، به سرعت میخوایم سوالا رو حل کنیم تا به جامعه 12 برسیم. استفاده از ظرفیت های دوره نفوذ و استعمار توسط استعمارگران، بهره‌گیری از ابزارهای فرهنگی و علمی، پیشرفت در زمینه دریانوردی و اقتصاد صنعتی و هدف قرار دادن هویت فرهنگی دیگر کشورها به ترتیب جز ویژگی های کدام یک است؟ بچه ها دقت کنید به این نکته. خارج از کشور سال 92. خب بخونیم گزینه ها رو. اولی گفته چی؟ گفته استفاده از ظرفیت های نفوذ و استعمار توسط استعمارگران. خب میشه استعمار فرانو، استعمار نو، استعمار نو و یا استعمار فرانو. طبق تعریف استعمار ما میدونیم که یکی از این دو گزینه صحیح خواهد بود، استعمار نو هست. گزینه بعدی گفته بهره گیری از ابزارهای فرهنگی و علمی. در چه استعماری اتفاق میفته؟ احسنت به شما، در استعمار فرانو. در هر دو گزینه ما استعمار فرانو رو داریم. قسمت بعدی گفته پیشرفت در زمینه دریانوردی و اقتصاد صنعتی در چه زمانی اتفاق افتاد؟ احسنت، ما اینجا نیاز داریم که حتما گزینه آخر رو بخونیم. گزینه آخره که به ما نشون میده قضیه رو. و اما گزینه آخر گفته هدف قرار دادن هویت فرهنگی دیگر کشورها. ما در استعمار فرانو هویت فرهنگی دیگر کشورها رو هدف قرار میدیم، نه استعمار نو. گزینه درست گزینه دو هست بچه ها. به همین راحتی تا الان حداقل 4 تا از سوال کنکور رو پاسخ دادید. اما ادغام جوامع در نظام جهانی، استفاده از کودتای نظامی، پیدایش قدرت‌های سیاسی سکولار و پیشرفت در زمینه اقتصاد صنعتی به ترتیب بیانگر چیست؟ باز هم لطفاً به این قسمت توجه کن. ببین خارج از کشور 93. گزینه 1 گفته ادغام جوامع در نظام جهانی چیه بچه‌ها؟ روش استعمار فرانو؟ خیر، روش استعمار فرانو نیست. موفقیت استعمار نو نیست. اما دستاورد استعمار هست یا خیر؟ احسنت به شما، دستاورد استعمار هست و فرایند تکوین نظام نوین جهانی هم نیست. پاسخ صحیح با اولین گزینه مشخص شد، گزینه 3 هست. و اما در مکتب مارکسیسم، راه رهایی از نظام سرمایه‌داری و در مکتب ناسیونالیسم به ترتیب عامل تعیین هویت ملت‌ها و عامل جدایی هویت یک ملت از سایر ملل چیست بچه‌ها؟ 1 گفته که اول انقلاب طبقاتی، درسته؟ خب 2 یعنی راه رهایی از نظام سرمایه‌داری انقلاب طبقاتیه. از نظر شما انقلاب طبقاتیه یا انقلاب کارگران علیه سرمایه‌داران؟ دقیقاً درسته، ما داریم راجع به مکتب مارکسیسم صحبت می‌کنیم. بنابراین انقلاب کارگران علیه سرمایه‌داران خودش چیه بچه‌ها؟ احسنت به شما، گزینه صحیح خواهد بود. نیازی نداره ما بقیه جملات رو بخونیم. به سرعت میریم سراغ اسلاید بعدی. کدام یک از گزینه‌های زیر نادرست هستند؟ اول گفته سکولاریسم پاسخ فرهنگ معاصر غرب به پرسش‌های هستی‌شناسانه بشر است و به معنای رویکرد دنیوی و صرفاً این جهانی به هستی. صحیحه. 2 گفته در فرهنگ معنوی و دینی آبادی دنیا هدفی مستقل است. آیا هدفی مستقل است؟ نه، هدف مستقل در فرهنگ دینی نیست. اگر گفته در فرهنگ دنیوی صحیح بود و در حال حاضر صحیح نیست. گزینه ناصحیح مشخص شد که گزینه 2 هست بچه ها. و اما روشنگری در 2 سده 17 و 18 بیشتر روی کردی چی داشت بچه ها؟ عقلگرایانه، حسگرایانه. احسنت به شما، یا عقلگرایانه گزینه 1 یا عقلگرایانه گزینه 2. گزینه 4 و گزینه 3 حذف میشن. حسگرایانه برای قرون 19 و 20 بود. در سطح 19 و 20 بیشتر صورت حسگرایانه. پس تو دوتاش مشترک هستیم. و از پایان قرن 20 اصل روشنگری و به دنبال آن فرهنگ مدرن گرفتار بحران. بچه دقت کنید، دئیسم به وجود اومد ولی دئیسم یک بحران نیست، بحران معرفت شناختیه. پاسخ صحیح گزینه 1 هستش. گفته اگر در کانون هستی یک وجود مقدس و متعالی وجود داشته باشد،
ما بهش چی میگیم؟ بیایم گزینه ها رو بخونیم. هیچ موجودی در مقابل آن نمیتواند اصالت داشته باشد. همه موجودات آیت و نشانه او خواهند بود. همه موجودات آیت و نشانه او خواهند بود. هیچ موجودی در مقابل آن نمیتواند اصالت داشته باشد. خب یک کدوم از این دو گزینه صحیح خواهد بود؟ درسته؟ در فرهنگ دینی اسلام جای خالی برترین آیت و نشانه خداوند است. کیه بچه ها؟ انسانه. درسته؟ گزینه صحیح گزینه سه خواهد بود. و اما اسلاید بعدی گفته هر یک از عبارات زیر به ترتیب با کدام عقاید و ارزش‌های فرهنگ غرب مرتبطه؟ اول، پدید آمدن زمینه تکوین و پیدایش علم مستقل از وحی، پوشش معنوی دادن به رفتارهای دنیوی و شکل‌گیری نخستین انقلاب سیاسی لیبرالی در جهان. بچه‌ها، یک، گفته پدید آمدن زمینه تکوین و پیدایش علم مستقل از وحی. عدم میشه چی؟ عدم پذیرش مرجعیت وحی. خیر. دو، انکار صریح ابعاد متافیزیکی و فوق طبیعی توسط سکولاریسم. خیر. سه، انکار ارزش علمی وحی توسط فیلسوفان روشنگری. احسنت به شما. ادامه‌ش هم بذارید بچه ها با هم دیگه بریم. گفته پوشش معنوی دادن به رفتارهای دنیوی. گفتیم سکولاریسم دو دسته میشه، سکولاریسم پنهان و سکولاریسم آشکار. پس این میشه سکولاریسم پنهان. درسته؟ اما ادامه، شکل‌گیری نخستین انقلاب سیاسی لیبرال در جهان، حرکت‌های فرهنگی دوران رنسانس. گزینه صحیح گزینه سه بود بچه‌ها. اما عامل پیدایش این آسیب‌ها چیست؟ گفته از دست رفتن امکان ارزیابی ارزش‌ها و آرمان‌های بشری. عامل پیدایششون چی میتونه باشه؟ توجه به ویژگی‌های کنش انسانی. خیر. دو، فاصله گرفتن از علوم طبیعی. خیر. سه، در خدمت وضع موجود قرار گرفتن جامعه شناسی. خیر. چهار، افول علوم عقلانی و وحیانی، که قطعاً بچه ها درسته. گزینه صحیح گزینه چهار هستش. و اما کدام یک در رابطه با تغییرات اقتصادی کشورهای استعمار زده در دوران استعمار صحیح نیست؟ پس ما دنبال ناصحیح میگردیم. گفته نیروی کار و مواد خام مورد نیاز کشورهای غربی را تامین میکنن. صحیحه. وابستگی اقتصادی کشورهای استعمار زده به قدرت برتر سیاسی و نظامی کشورهای استعمارگر موجب میشود جریان ثروت به طور مستمر به سوی کشورهای غربی ادامه پیدا کند. صحیحه. قسمت دوم چی گفته؟ پس قسمت اول پاسخ ما نخواهد. گزینه دوم چی گفته؟ گفته به بازار مصرف کالاهای تولید شده کشورهای غربی تبدیل می شود. درسته؟ کشورهای غربی به اقتضای بازار مصرف برخی از صنایع وابسته به کشورهای استعمار زده را منتقل می کنند. این انتقال در جهت تعدیل ثروت عمل می شود. درسته؟ عمل می کنند. گزینه سه چی گفته؟ گفته در اغلب موارد کشورهای تحت نفوذ و استعمار زده به سوی اقتصاد تک محصولی پیش میرن. تک محصولی شدن هم برای اقتصاد جهانی خوبه. چهارم، نیروی کار و مواد خام مورد نیاز کشورهای غربی تامین میشود. تک محصولی شدن اقتصاد کشورهای استعمار زده را چه کار میکنه؟ قدرت چانه زنی در اقتصاد جهانی رو از اونها میگیره. نکته بچه ها اینجا براتون نوشتم. کشورهای غربی به اقتضای بازار مصرف برخی از صنایع وابسته رو به کشورهای استعمار زده منتقل میکنن و اینها این انتقال در جهت تعدیل ثروت عمل نمیکنه بچه ها. اولا اینکه برخی از صنایع وابسته رو و دومن این که در جهت تعدیل ثروت عمل نمی کند. یه نمی کند داره. گزینه صحیح گزینه دو هستش بچه ها. و اما مدیریت بحران های اقتصادی توسط سرمایه گذاری مشترک و معاهدات بین المللی، اعمال مدیریت فرهنگی جهان در خدمت کانون های قدرت و ثروت و انتقال فشارها از اصل نظام سرمایه داری به تولید کنندگان خرد به کدام موضوع مربوط است؟ یک، چالش مرکز و پیرامون.
امپراتوری رسانه‌ای و پیوند. اصلا نیازی نداره که ما بخوایم بقیه گزینه ها رو بخونیم. گزینه صحیح گزینه یک هست بچه ها. و اما کدام گزینه نادرست است؟ گزینه یک گفته گسترش زندگی مدرن بر گستره انواع آسیب‌های زیست محیطی افزوده. درسته. گزینه دو گفته کنفرانس‌های بین‌المللی از شتاب بحران ناشی از مسائل زیست محیطی نکاسته است. صحیح. گزینه سه گفته بحران زیست محیطی ابتدا در حوزه رابطه انسان و جوامع قرار داشت ولی به تدریج به روابط انسان و طبیعت کشیده شد. نکته اینجا براتون نوشتم. بحران زیست محیطی ابتدا در حوزه رابطه انسان با طبیعت قرار داشت ولی به تدریج به روابط انسان‌ها با جوامع دیگر سرایت کرد، نه به طبیعت. بچه‌ها ببینید چطوری شما رو گول می‌زنن. بنابراین گزینه صحیح گزینه 3 هست. سوال بعدی، عبارات زیر به ترتیب با چه مفاهیمی ارتباط دارند؟ مباح دانستن همه امور در قیاس با خواسته انسان میشه چی؟ میشه اومانیسم؟ خیر. میشه مقبولیت؟ خیر. میشه سکولاریسم؟ خیر. در نتیجه میشه لیبرالیسم. پاسخ صحیح گزینه 4 هست. اصلا نیازی نداره بقیه گزینه ها رو شما مطالعه کنید. امیدوارم که جامعه شناسی 11 رو به خوبی متوجه شده باشید و متوجه شده باشید که چه درس آسون و راحتیه و شما اگر مفاهیمش رو خوب درک کنید میتونید تستاشو خیلی خوب و راحت و سریع بزنید. با ادامه جامعه شناسی در خدمت شما هستم.